سلامت هیجانی بخشی از سلامت جسمی شما است. هیجانات شما می توانند بر سلامت شما تأثیر بگذارند و سلامت عاطفی شما می توانند بر هیجانات شما تأثیر بگذارند. جسم شما می تواند همانطور که فکر می کنید، احساس می کنید و یا عمل می نمایید واکنش نشان دهد. برای مثال، اگر کسی استرس یا فشار روحی زیاد دارد، نمیتواند به راحتی بخوابد. ممکن است آنها در تفکر غرق شوند، ممکن است زیاد بخورند یا اصلا نخورند. شروع یک زندگی جدید در یک کشور جدید و ندانستن زبان، فرهنگ یا مردمان میتواند تنش‌زا و طاقت فرسا باشد. معمولاً بسیاری از پناهندگان اوقات سخت و تنش‌زایی را تجربه می کنند، در حالی که مجبور شده اند وطن خود را ترک کنند و به دنبال مکانی امن باشند. بدین ترتیب مدیران پناهندگی شما یا کیس منیجر، جامعه جدید شما و پزشک شما با شما همکاری می کنند تا اطمینان پیدا کنند که کل جسم شما سالم است. برخی از این مراحل شامل دادن حمایت اضافی، بررسی هر چیزی که شامل گذشته و حال شما است و ممکن است بر جسم، خواب، احساسات و افکار شما تأثیر بگذارد. اگر موقعیت هایی وجود دارد که احساس می کنید شما اوقات سختی دارید و به حمایت اضافی نیاز دارید، تنها نیستید. بسیاری از پناهندگان به دلیل تمام تغییرات و مشکلاتی که در مطابقت با کشور جدید دارند، غمگین هستند. بسیار نگران هستند و خاطرات بد دارند یا استرس فراوان. اگر شما یا هر کس دیگر که می‌داند شما چه احساسی دارید یا از هر یک از این مشکلات که ما صحبت کردیم برخوردار هستید، مهم است که کمک بگیرید. در جامعه شما منابع و افرادی هستند که فقط برای کمک دادن و به شما و متعادل ساختن احساسات، افکار یا تنش‌زاها به روشی درست و سالم وجود دارند. برخی تکیه‌گاه ها و حامیان می تواند شامل صحبت کردن خصوصی با کسی یا صحبت کردن در یک گروه است. اینها برخی نمونه ها از روش هایی هستند که می توانند شدت و سنگینی آنچه را که شخص به ویژه سالم تجربه می کند کم کند. در برخی موارد به دلیل فشار روحی ممکن است افراد الکل زیاد یا مواد مخدر برای فراموش کردن احساسات و خاطرات بد خود مصرف کنند. به گزینه‌های سالم‌تر که می‌تواند به شما در کنترل برخی تنش‌زاها کمک کند توجه نمایید. ممکن است خانواده یا دوستانی داشته باشید که اغلب به این روش با آنها صحبت می‌کنید، ولی گاهی اوقات مسائلی هستند که نمیخواهید برای آنها بیان نمایید. در این موارد شما میتوانید کس دیگری را انتخاب کنید. صحبت کردن با سایرین در رابطه با مسائل فکریتان عمومیت دارد و بخشی از کاری است که بسیاری از افراد برای کاهش فشار روحی انجام میدهند. هر چیزی که در حین این ملاقات ها صحبت می شود خصوصی است. برای خانواده، دوستان یا افراد جامعه شما بیان نخواهد شد. برای زمانی که می خواهید با کسی خصوصی صحبت کنید بدون اینکه قضاوت شوید، منابع خوبی است. آنها همچنین می توانند به شما در برنامه ریزی یک طرح جهت کاهش یا مدیریت تجربیات قدیم و جدید شما کمک کنند. روشی که ممکن است باعث استرس یا فشار روحی، ناراحتی یا مشکل در خوابیدن شما شود و سردردهای زیاد را تجربه کنید. ممکن است سبب شود که کودکان شما هم آن را تجربه کنند.
ممکن است آنها شما را در تقلای زیاد ببینند و احساس کنند که بیان نگرانی هایتان برای شما بار اضافی است. کودکان هم می توانند برای صحبت از احساسات خود با کسی ملاقات کنند. این می تواند یک مکان سالم برای آنها باشد تا افکار و احساساتشان را دسته‌بندی کنند. بنابراین آنها می توانند بر مسائل مهم و سرگرم کننده مانند مدرسه، بازی و دوست پیدا کردن مانند سایر کودکان اطراف خود متمرکز شوند. اگر می خواهید چیزهای بیشتری در رابطه با این خدمات یاد بگیرید، از کیس منیجر خود یا پزشکتان جهت کسب اطلاعات بیشتر سوال کنید. این خدمات همچنین از طریق بیمه سلامت شما فراهم می شوند و می توانند با هزینه کم یا بدون هزینه به شما و خانواده شما ارائه شوند. اگر از افرادی هستید که آماده اند به دنبال خدمات مستقل باشند، می توانید به شماره نوشته شده در کارت بیمه تان تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید که تمایل دارید وقت بگیرید. در غیر این صورت آزاد هستید که با کیس منیجر یا پزشک خود در صورت نیاز به کمک داشتن صحبت کنید. بررسی مختصر. 1. ذهن و جسم شما به هم مرتبطند. مراقبت از سلامت هیجانی بخش مهمی از سلامت کلی شما است. 2. بسیاری از مردم احساس می کنند تحت فشار هستند و به دلیل تغییرات ناشی از آمدن به یک مکان جدید ناراحت هستند و استرس بسیار دارند. در هر زمان که احساس کنید اوقات سختی دارید و به حمایت بیشتر نیاز دارید، تنها نمی باشید. 3. در جامعه شما مکانها و افرادی هستند که می توانند به تعادل احساسات، افکار یا تنش‌زاهای شما به شیوه سالم کمک کنند. 4. اگر شما یا هر کسی را که می شناسید اوقات سختی دارند، برای درخواست کمک تأمل نکنید. افرادی مانند کیس منیجر، پزشکتان و سایرین اینجا هستند تا به شما کمک کنند و از شما حمایت نمایند.